امروز کسی مثل سردار سلیمانی برخلاف تصوری که در جامعه در سطح عمومی از یک فرمانده سپاه بوده، امروز یک جنبه متفاوتی پیدا میکنه، یعنی یک تبدیل میشه به یک تجلی از اون ناخودآگاه قومی، یعنی عینیت پیدا میکنه، یک ذهنیتی. کسی که مثل سرداران باستانی میتونه بره به جنگ محافظت بکنه از ایران و یک نمادی از وطن پرستی باشه. تو موافقی با اینه؟ منم موافقم با این، یعنی این یک چیزیست که در با زبان فارسی با تاریخ ما عجین شده. تازگی ها محمد قوچانی برد توی تناسب بوناپارتیسم و بیسمارک، یعنی ظریف و آقای سلیمانی رو، و اونجا ها معنی کرد. خب روزنامه سپاه هم خیلی بهش بدویرا گفت که این تنو تناسبی برقرار کردن بین آدم ها، ولی به نظر من خیلی دور نرفته بود. اما به طور کلی فکر میکنم که آقای سلیمانی چمران دومی است. این سردارهای عارف که توی ایران هم تو تاریخ ایران هم زیاد بودند، فراوان بودند تو تاریخ گذشته ایران و حضور داشتند، یه نمونه آخریش مصطفی چمران